بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پیکر آیت الله سید علی شیرازی، فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی، عصر روز پنجشنبه دهم صفر برابر با 25 مرداد در شهر مقدس کربلا تشیع و در جوار مرقد مطهر امام حسین در حوضه حضرت سید الشهدا علیه السلام در خیابان قبله حرم امام حسین علیه السلام به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع و تدفین پیکر این عالم ارجمند، جمع کثیر از مؤمنان، علما، طلاب، نمایندگان مراجع اعظام تقلید و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی حضور داشتند. لازم به ذکر است که پیکر آیت الله سید علی شیرازی بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر مقدس قم و صبح امروز در نجف تشییع شد. صندوق بین‌المللی نجات کودکان نسبت به تأثیرات بحران اقلیمی بر کودکان در افغانستان هشدار داد. بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان، در 6 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 38,000 نفر که بیش از نیمی از آن را کودکان تشکیل می‌دهند، بر اثر رویدادهای اقلیمی در افغانستان آواره شدند. پیش از این سازمان ملل از گسترش بحران آب در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت خشکسالی، آلودگی و استفاده بیش از حد آب منابع آبی مردم را تهدید کرده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که آمریکا 280 میلیون دلار برای رسیدگی به گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان کمک کرده است. این نهاد روز چهارشنبه 24 مرداد ماه با انتشار بیانیه گفته است که با این مقدار پول می تواند 3 میلیون فرد گرسنه را با کمک غذایی نجات دهد و 900 هزار کودک و زن مبتلا به سوء تغذیه را درمان کند. برنامه جهانی غذا افزوده است که علاوه بر این بودجه به این نهاد کمک خواهد کرد تا خدمات هوایی بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان را همچنان فعال نگه دارد. فرماندار شهر تل عفر در استان نینوا از آغاز مرحله جدیدی از بازسازی قلعه تاریخی تل عفر خبر داد. به گفت که نخستین مرحله از کار برای بازسازی قلعه با نظارت سازمان میراث و آثار باستانی نینوا به مساحت 300 متر مربع از موقعیت قلعه آغاز شد. محسن اشاره کرد که نخستین مرحله از بازسازی این قلعه پس از پایان مبلغ اختصاص یافته از سوی استانداری نینوا به پایان رسید. سازمان بین المللی مهاجرت از کشورهای سراسر جهان خواسته کمک‌های مالی خود را برای مقابله با بحران انسانی در سودان افزایش دهند. این سازمان هشدار داد عدم پاسخگویی می‌تواند منجر به مرگ ده‌ها هزار سودانی شود. محمد رفعت، رئیس مأموریت این سازمان در سودان اظهار داشت، این سازمان تنها 21% از حمایت‌های لازم برای ارائه کمک‌های لازم را دریافت کرده است، در حالی که مردم با گرسنگی، بیماری و سیل در این کشور جنگ زده مواجه هستند. آفریقا با پذیرش سریع دوچرخه‌های الکترونیکی و برقی از حمل و نقل سبز در این قاره استقبال می‌کند. بسیاری از کشورهای آفریقایی با انگیزه رشد آگاهی زیست محیطی و پیشرفت‌های فناوری در سال‌های اخیر به طور فعال به ترویج موتورسیکلت‌های برقی به منظور کاهش آلودگی پرداختند. به عنوان مثال در کنیا بزرگترین بازار تاکسی موتورسیکلت آفریقا وجود دارد که 5,200,000 نفر در حمل و نقل موتورسیکلت مشغول به کار هستند. این یعنی از هر 10 نفر یک نفر برای امرار معاش خود به موتورسیکلت متکی است. به گفته منابع علمی از ابتدای سال جاری تا کنون 15 رکورد ملی گرما به دلیل تغییرات شدید آب و هوا شکسته شده است. به گفته ماکسیمیلیانو هررا، جغرافیدان مشهور، این میزان از گرمای شدید فراتر از هر چیزی است که قبلا دیده شد یا حتی ممکن است تصور شود.
ماهای فوریه تا ژوئیه 2024 رکورد شکنی ترین ماهها برای هر آمار بوده است. لازم به ذکر است سازمان جهانی هواشناسی گزارش داده است که حداقل 10 کشور در سال جاری دمای بالای 50 درجه سانتیگراد را ثبت کردند. دانشمندان دریافتند با سرکوب اشتها به وسیله تحریک الکتریکی قشر مغز از طریق پوست سر می توانند چاقی را درمان کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از هر 8 نفر در سراسر جهان یک نفر اضافه وزن دارد و این امر درمان چاقی را به یکی از مهمترین بازارها در جهان تبدیل کرده است. در همین راستا طی سالها تحقیق تیم دکتر شین تشخیص داد که سرکوب اشتها می توانند از طریق تحریک الکتریکی قشر جلوی پیشانی، پشتی و جانبی با استفاده از فناوری تحریک تصادفی ترانسکرانیال یا TRNS ایجاد شود.